سلام به همگی، حالتان چطور است؟ درباره کدام هنرمند ما دفعه قبل یاد گرفتیم؟ بله، اسم او پابلو پیکاسو بود. امروز می‌خواهیم درباره هنرمند دیگری بیاموزیم و اسم او ماتیس است. ماتیس از رنگ‌های آرام و قوی زیاد استفاده کرده است. پس وقتی شما نقاشی‌های او را می‌بینید روی رنگ‌ها تمرکز کنید. پس بیایید بریم سراغ نقاشی‌های ماتیس. این قطعه ای است که داخل یک خانه را نشان می دهد. چه ویژگی هایی می توانید پیدا کنید و آیا یک ویژگی مشخصی را تماما در کل نقاشی نمی بینید؟ بقالی پهن شده روی کف زمین و زمینه آن نگاه کنید. همگی آنها در الگوها هستند، درست است؟ یک الگو طرحی است که بارها و بارها تکرار شده است. این قطعی است که میزها و صندلی ها را نشان می دهد. درباره این یکی چطور فکر می کنید؟ بله، یک الگوی محشر روی آنها کشیده شده است. شما هم هنگامی که یک طرحی را در اطرافتان پیدا کردید، سعی کنید که آن را در یک نقاشی نشان بدهید. این یکی هم یک نقاشی از یک اتاق است. اوه، به گمانم چیزی متفاوت از نقاشی قبلی به نظر می رسد. چه چیزی درباره آن فرق می کند؟ بله، تعدادی از موردها رنگ شدند، در حالی که یک تعداد دیگر به همان رنگی که در پس زمینه است در آمدند و فقط با خطوط نشان داده شدند. این قصه ای است که چشمانداز بیرون از در را نشان می دهد. این بسیار جالب است که طوری کشیده شده که انگار از داخل به بیرون نگاه می کنیم و نه فقط نمای بیرون. و به نظرتان رنگ ها بسیار قوی نیستند؟ این یکی هم چشماندازی از زاویه پنجره است. به خاطر رنگ آبی تیره که به نظر می رسد غروب باشد. من فکر می کنم که قسمت هایی که با رنگ های روشن رنگ آمیزی شدند باعث شدند که نقاشی در کل زیبا به نظر برسد. به نظر من این نقاشی نشانگر ستاره های درخشان در شب تاریک هستند. امروز ما دوباره چشمانداز بیرون یک پنجره را خواهیم کشید. پس بیایید شروع کنیم. این بار ما کاغذ را از وسط تا میکنیم. بعد از تا کردن آن می‌خواهیم که اینجا یک پنجره بسازیم و چشم‌انداز را اینجا بکشیم. اگر خطکش دارید می‌توانید از آن استفاده کنید و اما اگر ندارید ارادی ندارد که بدون خطکش بکشید. ما این سمت را به دو قسمت تقسیم می‌کنیم. بعد از اینکه تقریباً آن را به دو بخش تقسیم کردید، پهنه‌ها را که حدود 1 سانتی‌متر هستند علامت بگذارید. این ضخامت قاب پنجره خواهد بود. می توانید حتی ضخیم‌تر هم بکشید یا نازک‌تر. این بستگی به شما دارد. حالا قسمت بالایی آن را هم به دو نیم تقسیم کنید و چند تا نشانه بگذارید. از یک خطکش برای آنچه که نشانه گذاری کردید استفاده کنید تا آن را کامل بکشید. اگر کج به نظر می رسد می توانید پاک کنید و دوباره آن را بکشید. مشابه آن را در این طرف بکشید. وسط آن را علامت گذاری کنید و فکر کنید که کجا می خواهید آن را بکشید. سپس از یک خطکش استفاده کنید تا آن را صاف بکشید. بیایید قاب پنجره اینجا را هم بکشیم. Thank you.
اگر اینطوری آن را نشان گذاشتید با یک پاکن آن را پاک کنید. کشیدن قاب پنجره را تمام کردیم. حالا می خواهیم از یک چیز برنده استفاده کنیم. بچه های کوچک باید برای بریدن آن از بزرگترها کمک بگیرند. ما قصد داریم که این قسمت ها را ببریم. اگر شما با کاغذ تا شده ببرید تا اینجا بریده می شد. درست است؟ پستای کاغذ را باز کنید و یک چیز محکم زیر آن قرار دهید. سپس آن را ببرید. کار جداسازی من با قیچی تمام شد. از هنگامی که ما پنجره را باز میکنیم باید بتوانیم منظره را ببینیم. کاغذ را هر طور که دوست دارید قرار بدهید و یک چشم اندازی که دوست دارید اینجا بکشید. میتوانید یک منظره که عکسش را گرفته اید بکشید یا اینکه برای یک دقیقه بیرون بروید و هر آنچه که میبینید بکشید. یا اینکه آنچه را که الان به شما نشان می‌دهم بکشید، آزادانه نقاشی کنید و آزادانه هم رنگ‌آمیزی کنید. سفر را متوقف کنید و آزادانه صحنه‌هایی را که دوست دارید بکشید. به این شکل آن را به اتمام رساندم. پنجره را به رنگ آبی روشن درآوردم و یک درخت بزرگ داخل آن کشیدم. شما چطور منظره هایی کشیدید؟ در
کلاس امروز چطور بود؟ سعی کنید از چشمانداز اطراف خود عکس بگیرید یا یک دکوراسیون جالب پیدا کنید و سعی کنید آن را در قاب نقاشی بکشید. بسیار خوب، خیلی با همه شما خوش گذشت. دفعه بعد دوباره میبینمتان. خدا نگهدار.